غیظ بی پایان فاشیسم دینی و افسار گسیختگی هراسان رژیم آخوندی پس از کنفرانس بین المللی پاریس. دودوزه بازی از نوع فرانسوی، از اشتیاق ظاهری برای روابط تجاری با دولت ایران تا نشست و برخاست با دشمنان قسم خورده مردم ایران. به میزبانی پاریس برگزار می شود، گاهی در خیابانهایش، گاهی در سالن‌های معروف شهر و خیلی وقتها حتی در اماکن رسمی مثل مجلس ملی فرانسه. تجمع و نشست‌های ضد ایرانی گروهک تروریستی منافقین در فرانسه که جدیدترینش دو روز پیش برگزار شد. یک نمونه دیگر هم هفته گذشته بود، تجمع در میدان انوالید پاریس مقابل ساختمان وزارت امور خارجه فرانسه با مجوز رسمی دولت این کشور. با همه اینها در فرانسه، کشور مدعی حقوق بشر، روابط و همپیمانی با این گروهک ضد حقوق بشری چنان مستحکم است که معاشرت با منافقین به دیدار خانوادگی تشبیه می شود. از اینکه مدت زیادی است همه ساله در کنار شما هستم بسیار خوشحالم. این نشست‌ها اکنون به نوعی دیدار خانوادگی تبدیل شده است. برخی نمایندگان این کشور هم اعتراف می کنند که برای مقابله با ایران کنار منافقین می ایستند. من با شما به عنوان نماینده از دولت جدید فرانسه صحبت می کنم. ما نباید اجازه دهیم حکومت دین سالار در ایران باقی بماند و هر روز قوی تر شود. حمایت های فرانسه از منافقین حالا سال هاست که یک لکه سیاه در سابقه این کشور اروپایی است. ما معتقدیم که اجازه دادن به فعالیت به گروهی که هم نزد مردم ایران منفوره، هم سوابق تروریستی داره، هم همکاری با رژیم صدام در سابقه خیانت آمیزش نسبت به مردم ایران وجود داره، تنها یک مایه سوال و در واقع لکه سیاهی است بر سابقه کشورهایی که با این گروه همکاری میکنن. فرانسه در کمتر از یک هفته دوباره به گروهک تروریستی منافقین اجازه داد علیه ملت ایران نشست برگزار کند. گروهک تروریستی منافقین بار دیگر اجازه یافتند تا در پاریس علیه ملت ایران سازشان را کوک کنند. روزی نیست که این بار نشستی با عنوان وضعیت انفجاری در ایران در شهرداری منطقه دو پاریس و با حضور شخصیت‌های سوخته سیاسی از امریکا، اروپا و برخی کشورهای عربی حامی تروریست‌های داعش برگزار شد. رودرو شدن با مردم ایران. نکته جالب این که صحبت‌هایی که سخنرانان این نشست بر زبان آوردند دقیقاً همان‌هایی است که قدرت‌های زورگو و عهدشکن پس از برجام زمزمه می‌کنند. سپاه پاسداران، یعنی این دومین مجوزی است که در طول کمتر از یک هفته به دشمنان ملت ایران داده می‌شود، همان‌هایی که دستشان به خون هزاران ایرانی آغشته است. با خودم فکر می‌کردم حالا که بعضی‌ها دوست دارند با برگه منافقین بازی کنند، چه خوبه که ما هم در رفت و آمدهامون برای اونها شرط و شروطی رو قائل بشیم. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت نماینده آمریکا در سازمان ملل مانند رئیس جمهور این کشور حرف‌های بی‌پایه و اساس و مضحک می‌زند. ولایته همچنین با اشاره به نشست منافقین در پاریس افزود این اقدام فرانسه بهره‌مندی از یک اسلحه کهنه بی‌مصرف است. فرانسه متاسفانه از ابتدای انقلاب تا به حال کمتر صداقت نشان داده و استفاده از عده‌ای مزدور، این به معنای تشویق کسانی است که خائنند به وطنشون، برای ایجاد مشکل برای کشورهای مستقل و صاحب نفوذی مثل ایران. این یک اسلحه کهنه کاربرده شده و بی‌مصرفی است که خاصیت خودش از دست داده. گروهک تروریستی منافقین دیشب با مجوز دولت فرانسه با دعوت از برخی مهره‌های سیاسی سوخته از اروپا، آمریکا و کشورهای عربی در پاریس نشست برگزار کرد. شش روز پیش نیز فرانسه به این گروهک تروریستی که دستشان به خون بیش از 17,000 ایرانی آغشته است اجازه داد علیه حقوق بشر در ایران در پاریس
راهپیمایی کند. بگذارید بدون ذره‌ای مبالغه بگویم که هر یک از شما در اجتماع تاریخی بسوی پیروزی دست کم از 1000 تن در داخل میهن اشغال شده نشان دارد. یک لحظه فرض کنید که تلسم اختناق در ایران آخوند زده شکسته و اجتماعات و انتخابات آزاد بدون هر گونه محدودیت امکان پذیر است. در این صورت به سادگی می توان این حقیقت را دریافت که هر یک از شما قطعاً بیش از 1000 بار تکثیر و تنین انداز می شود. هر کس که در این حقیقت تردید دارد، همچنان که بارها و بارها گفته ایم، می تواند بخت رژیم نامشروع آخوندی را در برابر مریم و مقاومت بر حق مردم ایران در یک انتخابات آزاد تحت نظر ملل متحد بر اساس اصل حاکمیت مردم و نه ولایت فقیه در داخل ایران بیازماید. چیزی که ربع قرن است بر آن پای می فشاریم، اما رژیم آخوندی هرگز به آن تن نداده و نخواهد داد، مگر این رژیم و عوامل و همدستان و هم خطانش نمی گویند که مجاهدین پایگاه اجتماعی ندارند. بسیار خوب، پس چه باک از انتخابات آزاد بر اساس اصل حاکمیت مردم دارید و چرا رژیمتان از یک گرد همایی این مقاومت در شهرهای آن سوی جهان این چنین در هم می ریزد، می ترسد و پارس می کند؟ خامنه ای در مقام رئیس جمهور ارتجا در نماز جمعه اول بهمن 1366 درباره ولایت فقیه و حوزه اختیارات آن بی پرده می گفت: اکثریت مردم چه حقی دارند که قانون اساسی را امضا و لازم الاجرا کنند؟ در فاشیسم دینی، آنچنان که خمینی صراحتاً در کتابش تعریف کرده است، ولایت فقیه عیناً در حکم ولایت بر صغار و قیمومت محجورین است. از اینجا می توان هم میزان ترس رژیم از انتخابات آزاد و هم ابعاد وحشت آن از مقاومت ایران را دریافت.